آقای رابرت دین، کارشناس امور اطلاعات در سازمان ناتو می گوید 22 سال و 6 ماه در ارتش آمریکا خدمت کردم. در دهمین سال خدمت نظامی به من پیشنهاد شد که وارد بخش تحقیقات پرونده های محرمانه UFO بشوم. بعد از چندی خدمت در بخش تحقیقات ارتش آمریکا متوجه شدم مردم عادی آمریکا از بسیاری اطلاعات حقیقی و محرمانه موجودات غیرزمینی دور نگه داشته شدند. این اطلاعات در مورد تکنولوژی پیشرفته‌ای بود که از منابع مجهول ارتش بدان دست پیدا کرده بود. من در جریان پروسه اجرای ارتباط با موجودات فرازمینی و همچنان کپی برداری از چنین تکنولوژی بودم. در واقع از بدو ورودم به این بخش محرمانه ارتش به ما گفته شده بود که تمامی این اطلاعات 100% محرمانه باقی خواهد ماند. طبیعتاً اشخاص عادی اندکی هم ناخواسته وارد این میدان تحقیقاتی می شدند. اینها آنانی بودند که شاهد عینی برخورد نزدیک با موجودات یا اشیاء فرازمینی بودند. پروسه این تحقیقات بدون توجه به اثرات بدی که می توانست بر روی شاهدان عینی یا خانواده های آنان داشته باشد همچنان می بایست محرمانه باقی بماند. او می گوید من قویاً اعتقاد دارم که دولت حق ندارد زندگی شخصی چه افسر ارتش و یا افراد عادی شاهد را به خطر اندازد. بعد از مدت زمانی فهمیدم که من در حیطه آگاهی از اطلاعات و فعالیت‌های مخفیانه ارتش قرار گرفتم و همین موجب ترس من شد و دیگر نمی‌خواستم در این پست باقی بمانم. در این مورد با فرماندهان خود صحبت کردم و این موجب از دست دادن کارم می‌توانست بشود. آنها حتی مرا تهدید به بازنشستگی زودرس کردند و حتی می توانستم دادگاه نظامی شوم. این تهدیدات تا به دانجا پیش رفت که لوله سرد اسلحه را بر روی شقیقه خود احساس کردم و به گفته یا آنها می توانست این به یک صحنه خودکشی تبدیل شود. من اعتقاد دارم افسران نظامی که در چنین پست هایی حاوی اطلاعات هستند مانند من می بایست این را افشا کنند، همان کاری که من اقدام به آن کردم که این را به مردم بگویم. موجودات فرازمینی افسانه نیستند و ما تنها نیستیم. آقای رابرت دین، افسر عالی رتبه آمریکایی در قسمت شعبه ناتو در اروپا از سال 1963 تا 1976 می گوید این وقایع از سال 1963 در شعبه مرکزی تحقیقات ضد جاسوسی ناتو در اروپا شروع شد. محل خدمت من بیشتر متمرکز در قسمتی به نام اتاق جنگ یا شات بود. من متصدی و محقق پروژه کاملا محرمانه‌ای در قسمت پرونده‌های پدیده‌های فرازمینی یا فضایی بودم. این مرکز تاکنون هم وجود دارد. ما در این مرکز به مطالعه پرونده‌های مشغول بودیم. در سال‌های 1961 تشکیل شده بود. کارمندان اطراف من گاهن درباره چیزهایی مانند UFO و پدیده‌های دیگری حرف می‌زدند. بخش بزرگی از این مدارک انکار ناپذیر در 1964 تکمیل شدند و من به این مدارک دسترسی داشتم. باید صادقانه بگویم که زندگی من بعد از خواندن این مدارک برای همیشه عوض شد. در این پرونده ها بخش بزرگی از گزارشات مشاهدات و تماس با UFO یا با مدارک درج شده، تمامی اینها در زیر کنترل من و دیگر کارمندان بودند. این مطالعات در 1964 تکمیل شده بودند.
و قسمت پایانی در مورد جزئیات دیدار سرنشینان یو اف او با افسران مسئول پروژه بود. نکته ای که میخواهم در این قسمت فاش کنم این است که این موجودات فضایی به چند گروه تقسیم میشدند. گروه مورد بحث من موجوداتی هستند که در گزارش 1964 شباهت به انسانها داشتند. آنان حتی امروز در میان ما دیده می شوند. در فرودگاه ها، هتل ها و حتی کاخ سفید آنها قادر بودند که ظاهر خود را حتی به شکل ما تغییر دهند. در گزارش تکمیلی موجود در سازمان ناتو گفته شده بود موجودات فرازمینی در 4 گروه مجزا به ملاقات کره زمین دست زده بودند. گروه اول موجوداتی بودند شبیه ما. گروه دوم موجودات بین سیاره‌ای یا اینترپلانتری و گروه اینترستلر یا بین ستاره‌ای و گروه اینترگلکتیک یا موجودات بین کهکشانی بودند. وقتی من در سال 1976 بازنشسته شدم بسیاری از افسران عالی رتبه می دانستند که ما تنها با موجودات فضایی کرات دیگر سر کار نداشتیم، بلکه با موجوداتی که از منابع بعد دیگری یا موجودات بعد چارم روبرو بودیم. برای ما که مسئول تحقیق بر روی این پدیده ها بودیم کاملا اثبات شده بود که این موجودات با مهارت و فناوری می توانستند بعد زمان، مکان و فضای خود را تغییر دهند و این کارشناسان امور فضایی را شگفت زده کرده بود. امروز فیزیکدانان زیادی از جمله دانشمند معروف آمریکایی میچیو کاکو وجود و واقعیت بعد چهارم و استفاده آن را در فیزیک امروز ثابت کردند. طبق این تئوری ما می توانیم خود را در بعد دیگر زمان، مکان و فضا تغییر دهیم. دانشمندان امروز درباره ده ها بعد صحبت می کنند. البته من فیزیکدان نیستم تا بعد را برایتان تعریف کنم، ولی شکی ندارم این موجودات بی بهره از این تکنولوژی نیستند. ممکن است از من بپرسید چرا و به چه منظور این اسرار نظامی را فاش می کنم؟ جواب این است: آمریکایی ها و همین شهروندان نه تنها حق دانستن حقیقت را دارند، بلکه نیاز به دانستن حقیقت دارند. و حقیقت این است ما هرگز تنها نبوده ایم و نیستیم. نتیجه مطالعات دانشمندان و افسران ارتش سازمان ناتو این را نشان می دهد که ما هنوز موفق به درک میزان پیشرفت علمی این موجودات فرازمینی نشده ایم. ولی این را می دانیم که آنها هرچه هستند در پی نابودی سیاره زمین نیستند. مطالعات تاریخی بر روی شواهد متعدد ملاقات این موجودات ما را بران می دارد در مورد دیدگاه های خود تجدید نظر کنیم. من از کلمه ایلین یا بیگانه خوشم نمی آید، زیرا گروهی از این موجودات در بین شما هستند، درست مانند شما. اما به زودی شاهد رفت و آمد و ملاقات این موجودات با ساکنین کره زمین خواهیم بود و دلیل سخنان من مقدمه ای خواهد بود برای آمادگی و درک این موجودات فرازمینی. موسیقی